سلام و درود به بکس یوتیوب، خیلی خوش اومدیم ریاکشن رکورد دری. اومدیم با یه رپ دری دیگه در خدمتتون باشیم. ترکی که خیلی توی کامنت ها نوشته بودید بهش ریاکشن بریم و من یه عذرخواهی میکنم بابت تمامی کسانی که واقعا واسه این ترک سوپر استیکر میزدن که آقا این کارو ریاکشن برید و متاسفانه هیچ وقت فرصتش پیش نمیومد. ترک چارلی از افراز 2 سال پیش آپلود شده و روی چند خود افراز هم از 663205 تا هم ویو خورده و این بازدید قابل ملاحظه ایه. بریم که بشنم دیگه، بیشتر از این معطلتون کنم. بریم که بشنم چارلی از افراز عزیز. بریم ببینیم. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. بچه‌ها موزیک ویدیو کار، من نمیدونم چرا اینجا موزیک رو این شکلی نوشتن. نمیدونم میتونه اینو از قصد این شکلی نوشته باشن یا اینکه در واقع به زبان دری، مثلا در انگلیسی میشه، نمیدونم. ولی به هر حال این توجه منو جلب کرد. به هر حال موزیک ویدیوه و نکست لول استودیو هم هست. کار ویدیو کلیپه، لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. اسپاتیفای هم داره، اونم براتون میذارم. بریم که بشنویم چارلی از افراز. Oh. Hey, come on, wow. man. Wow, Lamborghini. شب و منسیه دگردم نرسید انرژی را هدر رنده زن چلو پیره همی افکار من کلم همه کشه کمان رب نیاز دارم مرا شبای غرب تلای زرد صدای من کمانه میکشه و خیلی زیاده. هندیبال فکر میکنم میشه سرگرمی شبام. میگه هندیبال هم هنسی، یعنی هنسی میزنم شبا و این نفس من در واقع تلاست، در واقع تلای زرده رب نیاز دارم مرا شبای غرب تلای زرد صدای من نمیرم زیره با به چی خوش گدین بابا دلتانه افراز بلده کلی غیل غاره سر دست و همه چی روره بالا نزم بچم خود کدم خودت بفامی از دری جلو ترم ایچو چه رپی هایی دورو برم حتی توف زدم ایره رولو برم افراز از سیده در بوجه کاری بکسکم پر از پوند و ماری سرکای شرام سالی میده برم نرو اشتپای نه مفامی سلاتینیم زنم از دنبال عواشینی قفی همی چینی تراجیدی چینی اکارت یا ملامینی قافیه برام چینی تراژدی چینی کارت یا ملامینی چون چینی و ملامین از دور شاید شبیه هم باشه ولی خب وقتی که شما فیزیکلی تستش میکنی فرق میکنه این دوتا کلن جنس هم با هم و چقدر ویدیوی کار واقعا نکست لیوله، خیلی واقعا، یعنی اون دافو که خودش خوابیده بود و آره با اون کامامن قافیه همی چینی تراژدی چینی اکارت یا ملامینی سالم سالم ایه برو بچم وانه کتو تانه مره رپ دری از اول تا دامه میه بیا قد کو اگه بود پای من قد میشی تو جانه بابا دورو ورم پر خو پر نمه کنن جای ماره جواب دادم میرم شایرانه بیبی تو رای ماره کسی بند نکر رای ماره سر گاندی کل اکی بای دادن یکی چالی چاپلین یکی تایگایا میگه سر گاندی کل اکی بای دادن، یعنی وقتی گاندی اومد، گاندی خب دیسترک بود فکر میکنم به بچه های سرک رکورد بود. آره. و میگه سر گاندی کل اکی بای دادن و من میدونیم پس میکنم گوتسه که اینایت داد به گوتسه ریاکشن رفتیم. آره؟ روی چنل ریاکشن رکورد، البته تو اندسکرین بچه ها براتون میذارم اگه خواستید ریاکشن به اون کار بینید. گوتسه هم واقعا قوی بود ولی گاندی آره. افراز هم خوب بود. آره. یعنی نمیشه بگی که اون اومد حالا چون اون قوی بودی، ولی گوتسه واقعا قوی بود. آره، ولی واقعا گاندی افراز هم من دوست داشتم. من هم اینطور مورا سر گاندی کل اکی بای دادن یکی چالی چاپلین یکی تای گایا میبینی قدرت کارم و تلاشی میکنم قافی کامل کای نات برم پامه در جالب زندگی در کاما نظر در پال ما پا میسازم دری رپا فن کارای ما جمعیتا لفظ آمدون خو حقیقتا بچم چوب یا چرخم خریتا فکر بولا کمی آقلانه برای چند سال بچه دیما پلانه بچم روزی مرسه که ما دولاره حتی خاک سر چرسم جاودانه این خاکی سر چرسم جا بدنه فکر میکنم چیز بود دیگه، بگو اسمشو، خاکی سرشو اسنیف کردن.
توپاک توپاکو در واقع خاکسترش رو اسنیف کردم. خاکستر منم جاودانه، این رپ داری دست منه و خاکستر منم در واقع قراره که آفرین سکه ما دلاره حتی خاکستر چرسم جاودانه همیان نسل جدید گنراسیون در غرب وحشی دایره لغت و مسته وسی تو تا نصف رای من در قلب مسیر با تل شرابم جفت جوره وقتی گذر زمانه مثل نوره هرچه خواستم دادی برم لطفت بودم مگه گرمی دلم از جنس کوه قدم هایم شده سفتر و سخت هدف هایم بچه مختلفه درکایت نیست چوب بشی به مگه اصل قدرتم ده حضورت است سلطه کن میدن با ترفم به همه قلم دستم و ثروت من میکنه خدمت ملت شهوام قلاده برشان دست نکشه ساخته شدم مکه برای کار خلصه ای چاقیدم سلیبی بار هرچون برای رفش تغییری داد دستم تصم من قدیم یادم که توی ویدیو بود استوری بود خلصه آپلود کرده بود داشت ترک افراز گوش میکرد بچه میگه خلصه ای پیچیدم صلیبی وار تو خلصه خب توی رپ فارسی کسی که خیلی مارجوانا استفاده میکنه وید استفاده میکنه البته اینجوری که نشون داده میشه نمیدونم این شکل هست واقعا اینه ولی اینجوری که نشون داده میشه خیلی استفاده میکنه ظاهرا یه خلصه و صلیبی پیچیده افراس خلصه ای چاقیدم صلیبی وار هرچو بره رپش تغییری داد اصلا تصفوری نسه سختی رو ندارم توقعی وقتی کل زندگی در توهمی بچم حقیقت درخت تبر توی بزن شاخو برگشه تا عرق کنی بیبی تو رای ماره کسی بند نکر رای ماره سر گاندی کلکی پای دادن یکی چالی چاپلین یکی تایگایه میبینی قدرت کارم و تلاشی میکنم قافیه کامل کائنات برم پامه در جالب زندگی در کامه نزده بال مپر واو افراس زب والسمون دیو من فکر میکنم گاردی که کامیونیتی رپ دری یا بچه های سرک رکورد به نسبت افراز دارن به خاطر اینه که شاید افراز خیلی مثلا اشاره به مثلا درد افغانستان نمیکنه. فکر میکنم گاردش به خاطر اینه و چون توی موزیک ویدیوهاش هم خیلی دختر استفاده میکنه و خدایش هم دختره خوشگل و مدلای خوبی استفاده میکنه و کارش واقعا نیکس لیول، یعنی از لحاظ مارکتینگ و بیزینسی که بهش نگاه بکنی کار خفنه و توی شعرش هم میگه دیگه، میگه تو اول رای من در قلب مسیر و فکر میکنم بیاید با این با هم صادق باشیم، چون که حس خودم صادق، بیاید با هم رو راست باشیم که ببینیم بالاخره هر چی که باشه دختر ویدیو رو جذاب میکنه و باعث میشه که اون ایمپرشن بیاره، باعث میشه که اون بازدید بیاره. شما مثلا توی جنگل خیلی بکر خفن باشی، مثلا هر زیبایی که تو بگی، هر گل و بوته و هر درخت زیبایی که تو مثلا تصور میتونی بکنی تو اون جنگل باشه، اگه یه مثلا دختر نیمه برهنه تو اون صحنه باشه، شما اونا رو ول می‌کنی، اون خانم نگاه می‌کنی. سلام. آره و من فکر می‌کنم آلردی این قضیه هست کلا. نظر منم کلا سبک خودش رو انتخاب کرده و دوست داره که تو این سبک باشه. و کارشون خوبه. یعنی تو سبک خودش هم موفقه، داره خوب عمل می‌کنه. همین ترک هم 663,000 تا ویو خورده. خیلی قشنگه. بازدید قابل ملاحظه‌ایه. خیلی خفن بود. امیدوارم شما لذت برده باشید. اینم چارلی از افراز. بازم عذرخواهی می‌کنم اگه خیلی طول کشید. و بچه‌ها من توی اینو می‌خوام اسپسیفیک به سری بچه‌ها که کامنت می‌ذارن زیر چنل ریاکشن رکورد دری، یکی بچه کامنت گذاشته بود که آره شما چنل ریاکشن رکورد رو مانیتایز کردید بعد اومدید روی یه چنل دیگه زدید. بچه‌ها اصلا قبل از اینکه ما ریاکشن به رپ دری رو شروع بکنیم اون چنل مانیتایز شده بود و سر ترک طواف فدایی و مصطفی میری بود که استارت در واقع ریاکشن ما به رپ دری شروع شد. خیلی قبل تر از اون اون چنل مانیتایز بود و علت اینکه این چنل کریت شده برای رپ دری و اختصاصی همونطور که میبینید قراره به رپ دری درش بپردازیم به خاطر اینی که باید این دوتا از هم تفکیک باشه، چون که دو مخاطبه میشه و یه سری مخاطبه یه سری ویدیوهای ما رو نمیبینن و یه سری ها میبینن. اینی که این تضاد باعث میشه آسیب بخوره به چنل. به همین خاطر من اینا رو سوا کردم که این ور مرتب و منظم رپ دری باشه و اون ور رپ فارسی باشه طبق روتینی که داره پیش بره. و واقعا من چون من ذاتن آدم سوء استفاده گری نیستم و این لیبل ها به هم نمیشه اسبه، توضیح هم دادم توی کامنت ها. بازم کامنت بذارید برامون، هر چی باشه با عشق میخونیم، هر نقد و انتقادی دارید با عشق میخونیم. من این آدم نقد پذیری هم همیشه بودم. امیدوارم لذت برده بوده باشید از این ویدیو و لینک موزیکم توی دیسکریپشن براتون میذارم. چارلی از افراز اسپاتیفای هم فکر میکنم دار، اونم براتون میذارم. مرسی که ویدیوها رو لایک میکنید.
مرسی که هستید، واقعا دوستتون داریم و تا اینجا همونطور که صادق گفت ما واقعا دلین کار رو انجام دادیم و دستای پارومونم نشکست داریم، هنوز پولا رو پارو نزدیم هنوز. آره واقعا. و اینکه بدید فقط و فقط به خاطر خودتونه و مرسی که انقدر ما خیلی دوستتون دارم. جدی میگم من فکر میکنم یه روزی برسه که چنل رپ دری خیلی از چنل رپ فارسی بیشتر روش بکنه، چون بچهای با عشق تری داره. بله. و چجوری بتونم با عشق میدینه از چه نظر میگم، خیلی مهربونن. بله. کامیونیتی رپ فارسی یه خورده گارد دارن به نسبت حرفایی که میزنی، ولی واقعا بچه‌ای که تو رپ دری هستن حالا مخاطبش واقعا بچه‌ای مهربون و با عشقی هستن. 100%. دوستتون دارم، ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودید. مراقب خودتون باشید. خدافظ.